فرهنگ استفاده از تکنولوژی موضوعی است که ما براتون اشاره کردیم در ابتدای سو وقتی موضوعات رو براتون یادآوری میکردیم و در این بخش آقای نمید احمدی هستن کارشناس بخش تکنولوژی بیشتر میخوان صحبت داشته باشن کسایی که هنوز هم استفاده از فرهنگ و استفاده از فرهنگ تکنولوژی رو نمیدونن که فرهنگ تکنولوژی اصلا چی هست و چگونه از تکنولوژی باید استفاده کرد باید معلومات دقیق داشته باشین وقت و زمانتون بیهوده هدر میره همیشه درگیر موضوعات اینترنت و تکنولوژی و موضوعات هستین اما همیشه به سمت سوی منفی سوق میتین و از اینترنت و از تکنولوژی فرهنگش را نمیدارین و همیشه استفاده منفی میداشته باشین بیشتر میخوایم روی موضوعات با آقای احمدی صحبت داشته باشیم سلام بر شما و خوش آمدید به نام یاد خدا سلام خدمت شما و بیننده های عزیز نوید احمدی هستم یکی از ترینرهای بخش تکنولوژی معلوماتی و نحو استفاده درست از انترنت انترنت یکی از دنیای مجازی است که ما من حیث یک معلومات جمع‌آوری کردن درست است که ازش استفاده کنیم ولی نباید ازش عادت کنیم بسیاری از جوان ها هستن که به خاطر استفاده کردن از انترنت به او عادت میکنن و تمرکز فکریشان بالای زی پایین میه تحت آکسفورد لندن بعضی از تحقیقات را که انجام داده جوانان قرن 21 فراموشکارتر از کهنسالا هستند و موضوعات را که در انترنت می باشد اونا روشان زیاد فکر نمیکنن یا زیاد دربارشون سرچ نمیکنن. خب حالا معلومات در رابطه با استفاده کردن از تکنولوژی اشاره کردید و همچنان چرا عادت کردنش اما از لحاظ امنیتی میخوام کمی صحبت داشته باشین صفحات اجتماعی اگر مثال بزنیم یا بعضی از تکنولوژی و موضوعاتی هست که به امنیت بیشتر وابسته است چگونه میتونیم یک امنیت دقیق داشته باشیم روی امنیتش هم کم میخوایم اشاره بکنیم بسیار عالی ما یک شبکه 100% گفته نمیتونیم به هیچ وجه که امن است هیچ شبکه 100% امن نیست و هر کس که میخواد امنیت خود را تامین کنه در صفحات اجتماعی باید معلومات کلی درباره برنامه‌هایی که استفاده میکنه داشته باشند به خاطر که بعضی از برنامه‌ها هست که end to end encryption داره یعنی وقتی که یک مسیج روان میکنین به شفت تبدیل میشه و دوباره وقتی که به دستینیشن یا به مقصد میرسه دوباره دیکریپت میشه یعنی از شفر باز میشه ولی بعضی هاشون هستن که انکریپشن ندارن و معلومات را روان میکنیم به شفر تبدیل نمیشه پس باید از هر اپلیکیشن یا از هر سافتویر که استفاده میکنن مکمل معلومات درباره سافتویر داشته باشن کدام نکات در صفحات اجتماعی اگر مثال بزنیم حالا فیسبوک هست اینستاگرام هست یا صفحات اجتماعی دیگر به خاطر داشتن امنیت درست در این صفحات باید چه کار انجام بدیم معلومات دقیق شما اشاره کردن اگر کوتاه روی معلومات داشته باشیم مثلا پسورد هست ایمیل هست جیمیل هست و موضوعات دیگر طبعا کسایی که از صفحات اجتماعی استفاده میکنن باید پسوردشون کامپلکس باشه یعنی زیادتر از 8 کاراکتر باشه سمبل داش باشه اصلا چرا میگن که سمبل داش باشه به خاطر از اینکه یکی از نتونن هکرها ورد پیدا کردن میتونن نظر به دیکشنری هایی که هستک میتونن پسوردشون اگه ورد باشه پیدا کنن ولی اگه دو سمبول گنجانیده شده باشه باز کسی نمیتونه رو به سادگی پیدا کنن بسیار خب روی سنین کسایی که حالا از تکنولوژی استفاده میکنن اشاره بکنین که از کدام سن تا کدام سن میتونن و میتونن به گونه درستش و به گونه ای که ضرر نرسونه به حافظهشان و روح و روانشان بدون شک استفاده کردن از تکنولوژی بچه‌ش و با مغز و موضوع دیگه میتونه از جاری داشته باشه سن و سال استفاده از تکنولوژی اطفال باید از سن 8 تا سن 18 سالگی را یعنی 10 سال فقط باید روی روابط اجتماعیشان روی ورزش و روی تفکرات فکریشان کار شود که یک شخص میگن از سن 8 سالگی تا سن 18 سالگی را باید حد اوسط روزمره 5 ساعت باید تکلم کنه یعنی گپ بزنه تا قوی افهام و تفهیمش بالا بره و بعد از سن 18 سالگی خوب از طرف تکنولوژی و طرف دنیای مجازی رو بیاره و بتونه از معلومات که در اونجا هست استفاده کنه من یک چیز باید خاطر نشان شوم فعلا اینترنت را که ما شما استفاده میکنیم فقط 5% اینترنت است 95% اینترنت دیگه در قسمت دارک وب و در قسمت دیپ وب است که دسترسی کلی ما در اون نداریم بله ساختن یک شبکه اینترنتی به خاطر ساختنش چه چیز ضرورت هست کدام نکات را باید مراعات بکنن همین فرهنگش را بدونن حالا وقتی که یک شبکه اجتماعی ساخته میشه و این معنی نیست که همیشه مورد آزار و اذیت کسی را قرار بده یا اینکه بنا به کسی دیگر فرد دیگر درست بکنن
بیشتر میخوام روی موضوع شما اشاره بکنید. ساختن یک شبکه الکترونیکی دو چیز خیلی ضرورت داره. یکی سرعت یک شبکه باید تعیین شود و دوم امنیت یک شبکه. وقتی یک شبکه ساخته میشه، اگر بگوییم که سرعت نداره امنیت داره، دوباره او شبکه داره یک نقص است، و اگر بگوییم که امنیت داره و سرعت نداره، باز هم یک نقص داره. و باید دو چیز ساختن یک شبکه در نظر گرفته شود، که یکی امنیت از شبکه است و یکی هم سرعت از شبکه است. و درباره سوشال میدیا گفتین، کسایی که پروفایل جور میکنن و پست میمونن، اینا باید امو شخص باشن یا امو کاراکتر باشن که در دنیای حقیقی هستن. به خاطر که دنیای مجازی و دنیای حقیقی، ما همیشه در برنامه گفتیم که فرق نداره، و ما باید امو کاراکتر باشیم یا امو طور که در دنیای حقیقی هستیم، در دنیای مجازی هم باید امو قسم باشیم. بسیار خب، یکی از دوستان ما پیام ارسال کردن، گفتن که روی کمپانی وایبر اگر شما معلومات داشته باشین، پیام آقای آریان ارسال کردن. بسیار عالی. کمپانی وایبر یکی از کمپانی‌هایی است که در سال 2010 ساخته شد، و بدبختانه اگر بگویم کسی که اگر معلومات مکمل درباره کمپانی وایبر پیدا کنه، دیگه از این اپلیکیشن استفاده نمی‌کنه. کمپانی وایبر بر اولین بار از طرف کشور اسرائیل ساخته شده، و تمام معلوماتتان که در وایبر مندازین، تمام شایی به سرورهای خود انتقال میده، و یگانه مشکل را که وایبر داره ای است که میتونه لوکیشنتان را تثبیت کنه. یعنی اگر ما قرار باشه که در یک جای برام و لوکیشن تثبیت شده باشه، وایبر میتونه طور ستاب شده که ما وقتی که در اون لوکیشن میرسم، وایس ما ریکارد کنه، یا کامری پیش روی کنترل کنه، یا کامری پشت سر ما، یا تچ موبایل ما کنترل کنه. یعنی قابلیت زیر داره که در هر لوکیشن که ست شود، در اونمون لوکیشن ریکاردنگ خود آغاز کنه، که معمولا در کشورهای یونان، مصر و عربستان مکمل وایبر بند شده و اصلا از وایبر استفاده نمیشه. یکی از دوستای ما که مراجعه کرده بودن، میگفتن موبایل ما درست کار نمیکنه، و وقتی که روی از موبایل تحقیقات انجام دادیم، تقریبا 700 امبی معلومات شخصیشان وایبر لاک گرفته بود و به سرورهای خود راون کرده بود. و یکی از نواقص وایبر است. پس محفوظترین شبکه شما چی هست که بیشتر مردم از همو استفاده بکنن؟ فعلا محفوظترین شبکه اجتماعی واتساپ است، که اند تو اند انکریپشن داره و میتونه معلومات را که از یک منبع به مقصد روان میکنین، به شکل شفر روان کنه، و پس وقتی که به دستنشان یا به مقصد میرسه، پس او را دیکریپت یا باز میکنن. خب، یکی خود در صفحات اجتماعی همین مسئله و موضوعات هست که یک فرد که یک کمی سلبریتی شد، یک کم مشهور معروف شد، ببینید در ظرف یک روز یک پیج آماده میکنن، و بعد صبحش که بخواییم پیج چک بکنین، میبینین که لایکش بیشتر از چند و چند هزار نفر و اینا را لایک کرده. بلند بردن سطح لایک و این موضوعات وجود داره. ای از چه طریق هست؟ اصلا این کارشان درست هست؟ چون مربوط به فرهنگ استفاده از تکنولوژی میشه. روی موضوع اگر شما کمی صحبت کنید. نه خیر، نه. ساختن پیچای فیک یا ساختن فیسبوک فیک یک کار درست نیست، ولی فیسبوک یک آنها قانونه که داره ای است که وقتی که فیسبوک ها تحت اسکن خود قرار میده، اونایی که فیسبوک فیک ساختن با یک ریپورت دادن میتونیم بسیار ساده اونا را بند بسازیم. و یکی از قانون های فیسبوک است، وقتی که سکن میکنه و فیسبوک هایی که یعنی فیک است یا مربوط از اون شخص نمیشه، میتونه اینا رو بسته کنه، که وقتی که فیسبوک سکن پیچار مورد سکن خود قرار میده، میبینه که عکسی که اپلود شده از کدام مرجع بوده، از کدام دیوایس اپلود شده، تا تثبیت کنه که پیچ اصلی است کی است و مربوط کی میشه. و وزارت مخابرات هم روی وریفیکیشن پیچای کسایی که مشهور هستن کار میکنن. مثلا بعضی از اشخاص روی ازی کار شده که بتونن پیچ خودان وریفای کنن، یعنی شناسایی کنن که اینی پیچ اصلی است و این پیچ فیک است. بسیار خب، بیشتر از 200 از صفات اجتماعی چون مربوط به تکنولوژی یک بخشش هم هست، سوالات برام ارسال کردن. حبیب الله برام ارسال کردن، گفته وقتی که یک فیسبوک یا هر صفحه اجتماعی دیگر هک میشه، چگونه میفهمیم که این هک شده و کسی دیگر دسترسی داره؟ بسیار عالی است. وقتی که یک دیوایس اگه هک شود، درست کار نمیکنه. مثلا اگه اندروید باشه، اندرویدش هنگ میمونه، و یا اگه کدام شبکه هک شوه یا کدام سوشال میدیا هک شوه، اعلانات از هر کمپانی بر ما میاد. و معمولا ما وقتی که به اینترنت وصل میشیم، اعلانات مختلف هم میبینیم در وسیله خود، در حال که ما اصلا اونا رو ضرورت نداریم یا ازشون استفاده نمیکنیم.
معمولا هکرها به خاطر تارگت های مشخص خود یک دیوایس هک میکنن، یا معلومات که در او وسیله اسور ضرورت دارن، یا از او وسیله میخواین استفاده کنن، یا میخواین از اینترنتش استفاده کنن. و وقتی که یک صفحه یا یک پیج یا هر آیدی دیگر هک میشه، اولین کار که باید انجام داد باید چه کار کرد؟ وقتی که یک آیدی یا یک وسیله اگر هک میشه، باید تو وسیله ریسیت کنیم، به خاطر که بعض از ویروس ها هست که انتی ویروس یا اینا نمیتونن اون را پاک کنن، و اگر آیدی هک میشه باید کورا فارگات پسورد بزنیم و آیدی رو ریسیت کنیم، به خاطر که بعضی وقتا دیگه یعنی ریسیت کردن یا تیر شدن از او دیگه کار مشکل است. و یک سوال دیگه که وقتی هک میشه، قبل از اینکه هک شوه یک صفحه اجتماعی باید چه کار را انجام بدن؟ مثلا بعضی ها هستن که با ایمیل دارن که با او ایمیل دسترسی ندارن، یا شماره ای هست که او شماره فعلا در نزدشان نیست و فعال نیستن و هنوز هم با همو صفحه خود کار میکنن، و وقتی هم که هک میشه هیچ دسترسی ندارن که دوباره بتونن صفحه خود را به دست بیارن. بسیار آلیس، این سوال خیلی هست که چطور میتونیم آیدی خود تا حد امن بسازیم. یکی از ریکومند های ما این است که اگر میخواین آیدی تان تا حد را امن باشه، اونها را با چند آیدی دیگه وصل کنین. مثلا فیسبوک ما است، ما نمیخوایم فیسبوکم با یک آیدی که شماره تماس ما است وصل باشه. اگه ای باشه شاید شماره تماس ما گم شوه و در ظرف یک روز مکمل آیدی هایی که در شاید ما 5 یا 6 دون آیدی داشته باشم که تمامش در شماره ام ثبت است، ولی من میتونم فیسبوک خود با آیدی نمبرم، با جیمیلم، با یاهو، با بعضی از حسابای دیگه که دارم لینک بتم، تا کسی هم ریپورت دادن میتونه، و هم اگه هک شد من از رای دیگه دارم که دو داخل شم. و اگه اینا هک شون من میتونم بسیار از رای دیگه، یعنی از طریق جیمیلم دی داخل شم، و وریفیکیشن یعنی قابل اعتماد بودن از یام در پیش کمپانی فیسبوک بالا میره. و دیگه کسی اگه 10 بار من ریپورت بده نمیتونه فیسبوک ما بند بسازه. و یگانه قانونی که در فیسبوک هست این است که باید پروفایل شخص باید از خود شخص باشه، و وقتی که بند میشه اگر پروفایل شخص از خود شخص نباشه، یا نام از او شخص تغییر کرده باشه، یا نامش از خودش نباشه، دوباره فیسبوک به هیچ وجه اکانت چه پاس ورش نمیده. بله، فضل الله پیام ارسال کردن آقای احمدی، گفتن که بعضی از افراد هستن که فقط یک صفحه و یک پیج و یک آیدی دارن، که یعنی کسی دیگر نمیتونن به نامشون یک آیدی دیگر و پیج دیگر فعال بکنن و استفاده نادرست داشته باشن. این امکان داره؟ و چگونه میشه که فقط و فقط در فیسبوک یک آیدی باشه، یک پیج باشه به نام خود فرد باشه و دیگر کسا نتونن که استفاده نادرستی داشته باشن؟ این کار فقط میشه که صورت گرفت که صفحه رو وریفای کنن. وریفیکیشن صفحه یک تک آبی در قسمت اکاونت شان میایه، و باید که وقتی که صفحه شان وریفای میکنن، دیگه کسا مگه به نامشان جور کنه، اینا میتونن فقط با یک ریپورت دادن او صفحه رو بسته کنن. چه قسم فعال میشه این تک مارک آبی؟ این باید که البته یک زندگی نامه در سوشال میدیا باید برخوان جور کنن، و بعضی از استپا هست که باید اینا رو تای کنن تا اعتبارشان پیش فیسبوک بالا بره و بتونن این پیج خود را وریفای کنن. بله، متاسفانه در افغانستان و جامعه امروزی افغانستان استفاده کردن از تکنولوژی بسیار ساده ترینش که مثالهایی داشتیم و سوالات داشتیم در نزد شما دوستا بود و بر ما ارسال کردین، همین صفحات اجتماعی بود. فرهنگ استفاده از شبکه های اجتماعی از تکنولوژی چرا هنوز هم جا نیافتاده در افغانستان؟ چگونه و کدام موارد را شما دیدین تا به حال که این موارد مشکل زا بوده در راستای تکنولوژی افغانستان؟ بدبختانه افغانستان یکی از کشورهایی است که زیادتر روی اقتصاد و روی امنیتش کار میکنن، ولی افغانستان ضرورت به تفکرات فکری داره. باید اول تفکرات فکری یک جامعه بالا بره، بعد از او باز روی اقتصاد یا روی امنیتش کار شوه. و یگانه راهی که از تکنولوژی و از دنیای مجازی درست استفاده نمیکنن تفکرات فکری یک انسان است. چگونه میشه این تفکرات فکری را باز هم یک نظر داشته باشن، یک تبادل نظر صورت بگیره و حالا بتونن این تفکرات را داشته باشن، فرهنگش را بدانن؟ طبعا وقتی که سطح آگاهی اشخاص بالا بره، وقتی که فرهنگ سازی شوه، و وقتی که بتونن یعنی پانتون بخوانن و بتونن تحصیل کنن، طبعا تفکرات فکریشان بالا میره و جامعه طرف ارتقا میکنه و میتونن درست از چیزی که از تکنولوژی استفاده کنن. ممنونتان، سلامت باشین آقای احمدی. مورد خیلی مهم و خیلی الزامی شما اشاره کردین. خدا کنه که دوستا هم اطلاع داشته باشن از صفحات اجتماعی که استفاده میکنین به خاطر
حفظ همون محرمیت و همون نکاتی که در صفحات شما هست مراد بکنین و اگر میخواین که هک نشین و صفحه‌تون حالا بسته نشه میتونین که تمام موضوعات و مشخصات را با همون چیز حقیقی که هستین مطابقت بدین تا اینکه مشکل نداشته باشین.